همراه میشیم با نیلوفر پور ابراهیم از پاریس نیلوفر کشورهای اروپایی تخلیه شهروندانشون از جمله فرانسه شروع کردند از تازه ترین واکنش ها به کشته شدن نصرالله و حمله زمینی اسرائیل به لبنان برامون بگو لطفاً بله دقیقا این عملیات آغاز شده فرانسه هم قبل از این هشدار داده بود به شهروندانش که از سفر به لبنان خودداری بکنن یا لبنان رو ترک بکنن حالا میگه برای احتیاط یک ناو هلیکوپتربر بر رو به منطقه فرستاده 5 روز طول میکشه تا به لبنان برسه به دلیل اینکه حالا برای احتیاط این کار انجام شده برخلاف کشورهای دیگه که از هواپیماهای در واقع نظامی یا مسافربری استفاده کردن برای تخلیه شهروند شون فرانسه به دلیل تعداد زیاد شهروندانی که در لبنان داره این تصمیم رو گرفته اونطور که مقامهای فرانسوی میگن این ناو جنگی علاوه بر این که میتونه در واقع هلیکوپترها روش قرار بگیرن یک نوع بندر متحرکه و همینطور قابلیت انتقال افراد زیاد رو داره گفته میشه بیش از 23 هزار فرانسوی در لبنان هستند واکنش های مختلفی داشته از جمله همین دقایقی سازمان ملل به اسرائیل هشدار داده در مورد عواقب هر گونه حمله زمینی در مقیاس وسیع به لبنان میبینیم که حالا از مقیاس وسیع استفاده میکنن در شرایطی که این عملیات نظامی علیه لبنان آغاز شده و نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان هستند یونیفل که نیروی در واقع کمک رسان سازمان ملل در منطقه هست هم گفته که این اقدام اسرائیل نقض حاکمیت و تمامیت ارزی لبنانه خب آمریکا از عملیات زمینی اسرائیل به جنوب لبنان حمایت کرده اروپایی ها و فرانسه چطور؟ فرانسه موافق چنین عملیاتی نبود همین روز گذشته ساعاتی قبل از آغاز این عملیات نظامی و ورود نیروهای اسرائیلی به خاک لبنان وزیر خارجه فرانسه در بیروت به این موضوع اشاره کرده بود که مخالف این اقدام اسرائیله و خواسته بود که عملیاتش رو متوقف بکنه خواستار در واقع برقراری آتش بس هست میدونیم که کشورهای دیگه اروپایی هم نظر مشابهی رو دارن تا اینجا داریم این رو از گروه های مختلف میشنویم فرانسه در تلاش برای برقراری یک آتش بس هرچند که تا اینجا در واقع این تلاش ها به نتیجه مثبتی نرسیده نگرانی از اینکه این درگیری ها ادامه دار باشه بیشتر از این بشه جمهوری اسلامی وارد عمل بشه بخواد واکنش نشون بده اینها همه نگرانی هایی که داره کشورهای مختلف به خصوص اروپا و فرانسه دارن و در همین زمینه هست که رایزنی هاشون رو آغاز کردن برای پیدا کردن یک راه حل تا شاید بتونن از افزایش تنشا جلوگیری بکنن هرچند که میدونیم تا اینجا این اقدامات نتیجه نداشته ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم از پاریس